های ارتباطی کاملا باز هست، مشکلی ندارد. برق و آب بیشتر مناطق که حدود شاید ما 1920 تا روستا و 7 شهرستان تحت تاثیر این زلزله است، عموما اینا وصل شدن در شهر سهل‌پور ذهاب و بعضی از بخش ها هنوز مشکلاتی در رابطه با وصل شدن آب داریم و همچنین قحط برق که امروز انشالله به حول قوه الهی با توجه به جلسه ستاد بحرانی دیشب با حضور وزیر محترم کشور بود تا زور تمام این مشکلات قرار شده انشالله مرتفع بشه. در رابطه با بحث کمک ها ما از مردم عزیز صمیمانه تشکر میکنیم، از مسئولین نظام تشکر میکنیم، ولی هنوز نیازمند بعضی اقلام از جمله آب شرب بسته‌بندی و مواد خوراکی داریم که با مساعدت مردم این مشکل هم برطرف بشه. بله خیلی متشکرم آقای بازوند استاندار کرمانشاه. فقط خیلی کوتاه بفرمایید عملیات آواربرداری تمام شده؟ عملیات آواربرداری از دیروز، اگرچه بعد از زلزله ما بلافاصله نیروها اعزام شده، ولی از دیروز عملیات آواربرداری شروع شده. مسیرهای کوچه‌ها و خیابان‌هایی که تخریب شده بود و عبور و مرور توشون سخت بود دیروز همه بازگشایی شده. از امروز آواربرداری واحدهایی که تخریب شده شروع شده است، آواربرداریشون اسکان اضطراری در حال انجام هست. امروز هم جلسه ستاد بحران با حضور ریاست محترم جمهور در استانداری کرمانشاه بعد از ظهر برقرار میشه.